ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام داریم محضر شما عزیزان. حکمت 36 مولا علی علیه السلام در مورد این که چه می شود که اعمال بد انجام می دهیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: من اطاع العمل اساء العمل. امام علی علیه السلام می فرماید کسی که آرزوهایش را طولانی کند اعمال بد انجام می دهد. شک نیست که آرزوها انگیزه حرکت انسان برای هر گونه فعالیت است. جوانی که آرزو دارد به مقامات عالیه علمی برسد، تلاش و کوشش خود را در یادگیری و علم زیاد می کند. کشاورزی که آرزو دارد مزارع پربار و باغ‌های سرشار از برکات مادی داشته باشد، در کار کشاورزیش فعالیت می کند. ولی هرگاه آرزو از حد اعتدال خارج شود و انسان به سراغ امور دست نیافتنی یا غیر ضروری و یا خارج از حد نیاز برود، طبیعی است که باید تمام تلاش و کوشش خود را برای رسیدن به آن بگذارد و همه چیز جز آن را فراموش کند و شب و روز به دنبال آن باشد. پس آفت‌هایی دارد. چون این کسی از یک سو آخرت را فراموش می کند و سوی دیگر برای رسیدن به هدف خود هر وسیله را مباح می شمارد و سوی سوم در مقابل هر کسی خضوع ذلیلانه می کند و سرانجام گرفتار سوء عمل می شود. ولی اگر دامنه آرزوها را کوتاه می کرد و به آنچه مورد نیازش بود قناعت می کرد، وقت کافی برای رسیدن به وظایف الهی پیدا می کرد و از آلوده شدن به حرام در امان میماند و عزت و کرامت خود را برباد نمیداد. در حدیث قدسی که در کتاب شریف کافی آمده است میخوانیم: خداوند به موسی بن عمران فرمود: یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقسو قلبک ولقاسی القلبی منی بعید. ای موسی، آرزوهایت را در دنیا طولانی مکن که مایه قساوت قلب تو می شود و شخص قسی القلب و سنگ دل از من دور خواهد بود. افرادی که گرفتار آرزوهای دراز هستند هم خدا را فراموش می کنند و هم مرگ و قیامت را. اولیای خدا به قدر آرزوهایشان کوتاه بود و آماده سفر بودند که هر لحظه احتمال می دادند فرمان رحیل و کوچ کردن از دنیا صادر شود. در حدیث پرمعنایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم که می فرمایند: والذی نفس محمد بیده، قسم به آن کسی که جان محمد به دست اوست، ما طرفت عینی، هرگز پلکای چشم من به هم نخورد، الا ظننت ان شفری لا یلتقیان حتی یقبض الله روحی، مگر اینکه گمان می بردم که پیش از آن که پلک ها بروی هم بیایم قبض روح می شوم. منظور از گمان داشتن همان آماده بودن است. انشاءالله که ما هم با انجام دادن اعمال خوب و شایسته همیشه آماده باشیم. تا حکمت و اندرز دیگر مولای من، خدا نگهدارتان.